اما فتوای جنایت کارانه شریعت مداری چی بود؟ شریعت مداری مرتد، شریعت مدار در ایران ده ها هزار انسان بیگناه که جرمشان فقط به قرآن اهمیت دادن از کشته میشدن. فتوای جنایت کارانه شریعت مداری این بود در سالهای حدود 1352 فتوا داد، شریعت مداری فتوا داد، حالا قبل از انقلاب 1352 یا 52 یا 51 یا 53 این حدود ها بود. فتوای شریعت مداری این است که مسلمان های قرآن ایران چون روش نزدیک به وهابی ها دارند، زنهای اونها احتیاج به طلاق ندارند. یعنی این فتوا را خود شریعت مداری من داشتم و الان هم ممکنه داشته باشم اون فتوای شریعت مداری را. اینی به یک نفر اهل مسجد داد که اون مسجد قرآنی ها بودن، اون مسجد اهل مذهب نبودن، فقط مسلمان بودن. یعنی با این فتوا را دادن وقتی که خمینی شریعت مدار گفت چون اینها این ادعه در ایران هم خیلی خیلی آدم های هستن که اعتقاد به مذهب ندارن، همینطور مقلد نیستن، همینطور قرآن کتاب آسمانه، همه اینجوری رفتار میکنن. ولی شریعت مداری گفت چون اینها نزدیک به وهابی ها هستن، اینها زنهایشان احتیاج به طلاق ندارد. با این فتوا یعنی زنهای صدها میلیون مسلمان را با این فتوا شریعت مداری زنهای صدها میلیون مسلمان را به شوهرانشان حرام کرد. حالا شما ببرمید که صدها میلیون کیا هستن؟ خب وقتی که شریعت مداری میگه اینها چون نزدیک وهابی ها هستن زنهایشون احتیاج به طلاق ندارد، وهابی ها هم که صدها میلیون در دنیا، صدها میلیون بیشتر نفوس دارن اونها و مسلمان ها تمام در کشورهای تمامی دنیا این عقیده قرآنی در تمامی کشورهای دنیا شما میگید وهابی، همه میگن وهابی، این عقیده که به قرآن اهمیت بدن صدها میلیون هستن. حالا شریعت مداری میگه زنهای همه اونها به شوهرشون حرامه. و اونها را به شوهرشون حرام کرد و برای سیگه کردن برای خود آماده کرد. گفت برای زن اینها به شوهرشون طلاق نمیخواد ولی بیاد من سیگه میکنم اون را. این هم شریعت مداره. و بعد از انقلاب خمینی در رادیو ایران گفت اونهایی که با ولایت فقیه مخالف هستند، اونها زنهایشان برایشان حرام است،
آنها مرتد هستند. من خودم شنیدم از خمینی در رادیوشون دیدم، گفت آنها برای زنهایشان مرتد و زنهایشان برایشان حرام است. یعنی آقای شرف بداره، تو هم تو مخالف ولایت فقیه هستی، زنت برات حرام است. حالا زن شرط مداره برایش حرام بشه، میلیون ها مقلده اون هم زنهاشون برایشون حرام است. یکی از معجزات الهی این است که شرط مداره جزای خودش دادید. خمینی به اون گفت زنت برایت حرام است. خب این قدرت و مقایسه، این قدرت و مقامی که خمینی برای ولی فقیه ها تعیین کرد و خودش را هم در رأس اون قدرت قرار داد، در دنیا هیچ پیغمبری، هیچ پادشاهی، هیچ رئیس جمهوری، هیچ دیکتاتوری در این قدرت را نداشته و خلاصه هیچ انسانی نسبت به انسانهای دیگر در دنیا این قدرت را نداشته و ندارد و نخواهد داشت. این قدرت را خمینی به ولایت فقیه که خودش هم سر اون باشه داد قدرت. ولایت فقیه یعنی چی؟ ولایت فقیه یعنی تصاحب و تملک، تصاحب و تملک عقل و جان و مال و ناموس مردم تحت اختیار خود قرار گرفتن است. مثلا اگر 50 میلیون نفر با 1000 زحمت یک نفر مورد نظر خودشان را برای ریاست جمهوری انتخاب کنند و در حالی که در بین اون 50 میلیون نفر 10000 نفر عالم قرآن، 10000 نفر دانشمند و دکتر و مهندس و متفکرین با تجربه باشند و این ولی فقیه یک پیرمرد بی خبر از دنیا باشد و فقط در گوشه یک اتاق حجره حوزه علمیه درس خوانده باشد و از قرآن کریم هم بی خبر باشد و یا عالم بی خبر باشد، یعنی قرآن را بداند ولی با شیطان رجیم همدست باشد و تا میتواند مردم را از قرآن دور نگه دارد، همینطور که در حال حاضر به چشم خودمان میبینیم. اگر این آخوند ولی فقیه بگوید اون شخص انتخاب شده 50 میلیون نفر صلاحیت رئیس جمهور شدن را ندارد و رأی اون 50 میلیون انتخاب کنندگان را مثل چرانیدن گوسفندان در بیابان حساب کند، دستور خمینی این است که برای مردم واجب است به حرف این آخوند گوش بدهند.